نشست علمی روزانه آیت الله العظما صادق حسینی شیرازی روزهای جمعه و شنبه 15 و 16 سفر سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیش ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله شیرازی در این نشست در رابطه با شرط عدالت برای امامت جماعت فرمودند: این شرط لازم است و احدی از فقها ها بر خلاف آن مطلبی را نگفته است معظم الله با اشاره به روایت از امام باقر علیه السلام که نماز نخوان مگر پشت سری کسی که به دین و امانت او مطمئن باشی فرمودند در اینجا اطمینان به دین داشتن به معنای مؤمن و اصناعشری بودن است و مسلمان بودن کافی نیست و اطمینان به امانت داشتن هم به معنای عادل بودن است ایشان در ادامه فرمودند شرط عدالت برای امام جماعت احراز لازم دارد و اگر انسان نمیداند که امام جماعت عادل است نمیتواند پشت سر او نماز بخواند آیت الله شیرازی در رابطه با طریق کشف عدالت فرمودند گاهی شخصی که سقه است میگوید این امام جماعت عادل است و گاه از جهات دیگر احراز عدالت می شود اما بحثی در اما بحثی در اینجا مطرح است که در کتاب اروت و لسقا هم آمده و جماعتی از فقها ها معتقدند و من هم برداشتم همین است و آن این است که برای احراز عدالت حسن ظاهر کافی است یعنی این لازم نیست که انسان به باطن یقین پیدا کند البته این مسئله محل خلاف است و اجماعی نیست اما بسیاری از متاخرین بر این عقیدند با هم فرمایشات آیت الله را ببینیم و بشنویم بله وقت طریق احراز چیه گاهی انسان یه جایی میره توی شهری یا توی دهی میبینه یه نماز جماعت قائم خونه امام جماعت رو نمیشنسه اما وقتی که میبینه یه مشتی مؤمنین پشت سرش اقتدا کردن این گاهی اطمینان پیدا میکنه که اگه این عادل نبود این همه جمعیت باش نماز, نماز نمیخوندن و این اطمینان میشه این اطمینانش براش حجت